به نام خدا و با عرض سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. شمار کشته های حمله انتحاری در شهر ميمنه مرکز ولایت فارياب به 15 تن و زخمی های آن به 27 تن رسید. محمد الله بتاش ولی فارياب میگوید انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را نزدیک ساعت 9 صبح امروز در یکی از چهار راه های شهر ميمنه در میان مردم منفجر کرد. با گفته آقای بتاش کشته ها و زخمی های نمله همه غیر نظامیان هستند و در میان این قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. یک گروه 9 نفری مخالفان مسلح دولت در ولایت کندز به روند صلح پیوستند. فرمانده پلیس کندز میگوید این گروه به فرماندهی فردی به نام قاری قدرت الله در مربوطات روستاهای لاله میدان ولسوالی علی آباد فعالیت داشتند. فرمانده پلیس کندز افزود که این افراد 7 جنگافزار دست داشتهشان را نیز به پلیس تسلیم کردند. بارندگی‌های 3 روز اخیر در کشور جان ده‌ها تن را گرفته است. کودکان و بانوان نیز مشمول تلف شدگان این بارندگی‌های پیهم بودند. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی می‌گوید که بررسی‌ها درباره تلفات برخواسته از این بارندگی‌ها آغاز شده و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد. و بیرون از کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای حکم منطقه خود مختار کرایمیا را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. در این حکم آمده است که نتیجه همه‌پرسی روز یک شنبه در کرایمیا خواست مردم این منطقه است. مقام‌های کرایمیا گفتند که 97% از شرکت کننده ها در این همه‌پرسی و جدایی از اوکراین رأی مثبت دادند، اما اتحادیه اروپا و آمریکا غیر قانونی دانستن این همه پرسی تحریم های را بر ضد 21 مقام روسی و اوکراینی وضع کردند. این بود فشرده تازه ترین خبرها تا این ساعت. از همراهیتان سپاس.